حالا اویگدور میلر سلخ صدر آخر که از رباییم بزرگ اخرین آشکنازیم بودن ایشون میفرمایند چرا ما هنوز به تمیفر فهمون آباد نشده میبینیم دلیل زیادی است دلیلی که ایشون میفرمایند خیلی جالبه میفرمایند فکرشو کنید که بپندارید که الان به تمیفرش آباد شده تو همین دوره ما یه دی از مردم بودن میومدن خسته شدن کسایی که اون تحصیلاتو ندارن ارزش بیت امیقشو نمیدونن چی میگن؟ چه یهودی چه غیر یهودی میگن که اینجا چیه؟ چه جاییه؟ اونایی که تحصیلات ندارن میگن اینجا شیخ هاوسه جایی که همش دارن قربانی میکنن همش دارن کباب درست میکنن همش دارن سر میبرن اونایی که انیمال رایتس دنبالش میافتن همش دنبال این بودن که خسر شالوم این مکانو ببندن اونایی که ریفورمن اونا میخوان خانوما بیان اونجا شروع کنن مراسم خودشون انجام بدن کما اینکه الان میبینیم که متاسفانه نهضت ریفورم در اسرائیل شروع کرده نزدیک کوتل میان خودش رو زده خانوما هفته پیش شنیدم متاسفانه به ابونتن عربیم خانومها بیکت کوینیم رفتن وقتی که این مسائل پیش میاد متاسفانه عقودش برای خود میبینه شما استحقاق نداری شما شایسته نیستی مردم دوره اون صلاحیت رو ندارن چه در یهودیان و چه در غیر یهودیان عقودش برای خود صبر میکنه و مردم یه درجه برستن که به عزت هشم این کوتاه فکری ها نباشه حالا اویگدور میلر از نخ سر میفهمین یکی از دلایلی که ما بیت امیقداش نداریم به خاطر اینه که خودمون از لحاظهای مختلف اون ارزش بیت امیقداش و اون ابودار و اون نزدیکی با حق قدس برای خود رو نمیدونیم اگه بدونیم صد در صد حق قدس برای خود برامون آبادش میکنه و ما اونجا میایم و تمام اون ابودار و تمام اون مسئولیتهایی که داریم ما انجام میدیم و اون موقع است که غیر یهودیان هم میبینن که نه ما جدیم تو کارمون اونا هم شروع میکنن و به ما و به اون مراسمی که ما انجام میدیم احترام میذارن شاید اگرش با کمک کنه که به زودی بیمهرا بیامین و به تمیقش سوم آباد بشه و همگی بتونیم در اون عبودای به تمیقش شریک و صحیح باشیم بی بخندن یا منام شما من رسر بخش با خونه سکوت بیسرائیل لفیقا قبانه هم تورم